نشر شدی ما آیات مبارکه قرآن تبیین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند. سلام دوستان گرامی، سپاس از اینکه ویدیوی ما را برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. لطفاً تا آخر با ما همراه باشید. خوشحالم از اینکه مردم ما در برابر بی‌عدالتی خاموش نیستند و نخواهم بود. اولتر از همه این کار نبی روشن را تقدیر می کنیم، با آنکه خودش از وطن دور است ولی درد اموطن را درک می کند. نبی جان روشن برای آزادی چند بیگناهی که در قید و بند طالبان هستند، اجمل جان حقیقی و همکارانش نظر کرده تا دعای یکی از افرادی که از این نظر می گیرند قبول گردد. دوستا بخاطر اجمل حقیقی می خواهیم نظر بکشم که بخیر آزاد شود. چی اجمل حقیقی چی امتیمیاش. به اینجا جز علم و مردم دیگه کسی نیافتم که نظر باید بتم و این نظر خدا قبول کنه. دیگه کسی نیست، چی کنم؟ کسی که آیات کلام الله شریف بخونه و نظر بگیره مجبورم اینجا بتم. در واکنش به این رفتار و افکار طالبان در برابر ملت مظلوم و ناتوان، دوستان نوشتهاند: خود طالبان قرآن را با بم انفجار دادند، مسجد و مکاتب را سوختاندند، سر مسلمانان را بریدند. چرا برای خود این طالبان قضاوت و عدالت ندارند؟ آیا خودشان خوب و بیگناه هستند که ما را به هر بهانه مجازات می کنند؟ آیا طالب مسلمان هست؟ دین اسلام را مراعات می کند؟ اما کارشان اعمالشان اسلامی هست. اگر می بود حق داشتن مردم را مجازات کنند. چرا خلیفه خود را متهم نمی کنند که توهین به رسول خدا کرده و گفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انتحاری انترکانتیننتال را رهبری می کرد، بالای دیوار نشسته سند بهشت را می داد. چرا یکی دیگرش که می گفت از آسمان خداوند برای ما گوسفند روان کرده بود مجازات نشد؟ با وجود این همه بدرفتاری ها و ظلم و شکنجهشان در حق مردم ناتوان افغانستان، در این 26 سال که مردم را کشتن و سر بریدن، حتی مسجد، مکتب و منبر را انفجار دادن، احساس پشیمانی هم نکردند. چی خواسا که عذرخواهی و طلب پوزش کنند؟ با هن هم به بیشرمی کامل از دنیا امید دارند که آنها را به رسمیت بشناسند و گناهان آنها را بخشش و فراموش کنند. پس امروز ما تمام ملت افغانستان از شما خواست رهایی چند بیگناهانی که به ناحق در قید و بند شما هست داریم. لطفاً آنها را رها کنید تا دنیا بالای شما کمی اعتماد کند. مشکلات بیشتری از دین و ایجاب زن در افغانستان هست. ببینید فقر و ناداری ملت را در چه وضعیتی قرار داده. چرا در مورد این همه کمی فکر نمی کنید؟ فقط دین و ایجاب گفته حکومت کردید. بیدار شوید، ما در کدام قرن هستیم؟ چرا با این چیزها کشور را نابود ساختید؟ با این دو مشکل مردم حل نمی شود. شکم گرسنه نه دین و نه حجاب قبول هست. گفته های اخیر جنرال مبین که بعد از این شخصاً برایش احترام خواهم داشت. جنرال مبین سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه طالبان در کابل در تازه ترین مصاحبه اش با شبکه تولونیز از عملکرد نوماهی طالبان و رفتار این گروه با شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان انتقاد کرد و گفت کسانی که با آمدن طالبان امیدوار بودند اکنون ناامید شدند. آقای مبین صدور فرمانهای اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را عامل اصلی ناامیدی مردم از این گروه خواند و تاکید کرد که نیاز به چنین دستوراتی نبود. دوستان نهایت گرامی، لطفا نظریات خود را داشته باشید و فراموش نکنید در هر کامنت، در هر ویدیوی و در هر جایی که کامنت میگذارید بنویسید اجمل حقیقی و همکارانش را رها کنید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.